بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. میخواستم بگم خدمت این قضیه که میگین شیعه ها قوم پرستن و این چیزا، میخواستم بگم همه شیعه ها اینجوری نیستن. شما همه شیعه ها رو به یه چوب ندونین. حالا ما مثلا باقا عقیده شما رو دوست داریم، قبول هم داریم، ولی خب به حساب خاطر یه سری مسائل نمیتونیم که توضیح بشیم. و اینکه شما تو شبکه‌هاتون همیشه میگین شیعه ها قوم پرستن و اینجور مسائل، این یکم برادر عزیز، ببینید عموم شیعیان به این اعتقاد هستند. حالا که مثلا یکی دو نفری که در یک جامعه در یک خونه به این عقیده نباشند، پس شما شیعه واقعی نیستید. چرا؟ چون که الان روایاتی رو که این آخوندها میارن همه رو از ائمه اهل بیت به اصطلاح به دروغ روایت میکنن. این که شما بیاید مثلا حرف امام رو رد بکنید به این معنی است که شما شیعه نیستید. خب بالاخره ما توی جامعه هستیم که همه شیعه و شیعه زاده ایم و از اول هم شیعه بودیم، یه تو نمیتیم خود من عوض بگیم کنیم، ولی خب دیگه این چیز هم که قبر قبر حاطف بخونیم هم قبول نداریم. درست. من بارها گفتم برادر عزیز در این برنامه که این اسما فرق نمیکنه. شما میتونید هر اسمی رو خودتون بگذارید، شیعه، سنی، زیدی، هر چی که میخواید بگذارید، اما مهم این است که عقیده انسان سالم باشه، به توحید و یکتاپرستی عقیده داشته باشه و از شرک و کفر به دور باشه. بله. بعد یه چیز دیگه، مسئله دیگه مثل این که تو حادثه کربلا این چند تا از فرزندان امام علی بودن که اسمشون ابوبکر بوده و حالا عثمانش میدونم، این ابوبکر و عمر اگه اسمشون میخواستن رفتی توضیح بدیم نداری بشم. باشه، چشم در این مورد سلام، خدا نگهدارت. بله، ما در بین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما کسانی رو داریم که اسماشون اسمای ابوبکر بوده، عمر بوده، عثمان بوده، عایشه بوده و اینها این رو میرسونه، علی رغم اینکه اینا خیلی دارن کوشش میکنن که عوض بکنن این مفاهیم رو در نزد مردم، میگن نه این خیلی عادی بوده و در اون زمان این اسما معمول بوده که در بین جامعه میگذاشتن و عمر و ابوبکر و عثمان و اینا به همین دلیل گذاشتن. اما این یک حرف واقعا احمقانه ایه که مثلا امروزی که ایرانی که پدرش، برادرش، یکی از بستگانش در جنگ ایران و عراق کشته شده باشه، بعد بیاد اسم نوه اونو بذاره صدام. انسانی که این کار رو بکنه یک انسان عاقل به حساب نمیره. احمد جان اگر این رو نشون بدی، این سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. البته این شجره‌ای که ما درست کردیم این از کتاب‌های خود اینها، از ارشاد مفید مثلا از کتاب‌های خود اینهاست، از معجم رجال حدیث خویی است، کتاب‌های معروفشون کشف القمه اربلی است و کتابای انسابی که از اهل سنت هم هست. ببینید علی رضی الله تعالی عنه فرزندانی که داشتن، خدیجه، عثمان، عمر، عثمان در کربلا به شهادت رسید، ابوبکر در کربلا به شهادت رسید، عباس در کربلا به شهادت رسید، حسن رضی الله تعالی عنه فرزند حضرت علی، فرزندانشون حمزه، ابوبکر، عمر، که ابوبکر و عمر هر دو فرزندان حسن یعنی نوه سیدنا علی و برادرزاده حسین رضی الله تعالی عنه که در کربلا به شهادت رسید، اینها ابوبکر و عمر بودند، به علاوه عمر و ابوبکر و عثمانی که فرزندان علی بودند. حضرت حسن هم دو تا از بچه‌هاشون ابوبکر و عمر نام داشتن. سیدنا حسین پسرش، یکی از پسرانش عمر بود که در کربلا به شهادت رسید. زین العابدین، امام سجاد، خدیجه، عثمان و عمر اسم فرزندانشون.
امام محمد باقر اسمی که دخترانشون خدیجه بوده، امام جعفر صادق عباس و عایشه اسم فرزندانشون، امام موسی کاظم که فرزندش جعفر، حمزه، عمر، ابوبکر و جعفرم عایشه و این طرف هم خدیجه و عایشه و عباس. امام رضا یکی از دخترانشون عایشه، یکی از دخترانشون عایشه، بله. امام جواد خدیجه، امام هادی عایشه. یعنی این اسمایی که مبغوظترین انسانها در نزد شیعه امروز همین انسانها هستن، ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه، که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزندان خودشون رو به خاطر محبت و احترامی که به ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه داشتن به اسم اونها نامگذاری کردن. نه تنها این، بلکه یک نکته جالب دیگری را خدمت شما عزیزان نشون بدم. علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا رضی الله عنهما دختری داشتن به اسم ام کلثوم که با عمر ابن خطاب ازدواج میکنه و فرزندی از ایشون به دنیا میاد به اسم زید، که همیشه افتخار میکرد که من فرزند دو خلیفه هستم، ام علی و ام عمر. تشکر میکنم. و همچنین در مورد امام محمد باقر، ببینید امام محمد باقر، استادان امام محمد باقر کیا بودن؟ جابر ابن عبدالله انصاری، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر ابن خطاب، این از اساتیدشون بودن. همچنین ام سلمه، ابو سعید خدری و انس ابن مالک. مادر ایشون کی بود؟ ام عبدالله بنت حسن ابن علی ابن ابی طالب. از جمله همسرانشون ام فروه بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق. حالا یک روایت جالبی از کتاب‌های خودشون اینجا هست، من براتون بخونم. اینم مدارکش در اینجا هست که میتونن دوستان مراجعه بکنن. از امام محمد باقر راجع به تزیین شمشیر سوال شد، وی در پاسخ گفت اشکالی ندارد، زیرا ابوبکر صدیق نیز شمشیر خود را مزین می‌کرد. و وی گفتند چرا کلمه صدیق را برای وی به کار می‌برید؟ امام فوراً رو به قبله ایستاد و سه بار گفت آری می‌گویم صدیق، و هر کس صدیق را برای او به کار نبرد، خدا در دنیا و آخرت سخن وی را تصدیق نخواهد کرد. اینم از سخنان امام محمد باقر. تشکر میکنم احمد جان. و این یک روایت جالبی را خدمتتون نشون بدم. این امام جعفر صادق، به قول بعضی از آخوندان رئیس مذهب، علی ابن ابی طالب فرزندش حسین و فرزند حسین علی زین العابدین، فرزند علی زین العابدین محمد باقر رضی الله عنهم اجمعین، ابوبکر صدیق که پسرانش محمد و عبدالرحمن از محمد قاسم و از دختر عبدالرحمن که اسما، و از دو جهت به اصطلاح که دختر اینها که قاسم و اسما که با هم ازدواج کرده بودن، ام فروه مادر امام جعفر صادق است. محمد باقر یعنی نوه حضرت علی میره با ام فروه نوه ابوبکر صدیق ازدواج میکنه. نتیجه این ازدواج چی میشه؟ امام جعفر صادق. نتیجه ازدواج محمد باقر نوه علی ابن ابی طالب و ام فروه مادر امام جعفر صادق، مادر امام جعفر صادق نوه ابوبکر صدیق است، که نشون میده که این دو خانواده چقدر به هم نزدیک بودن. و این هم این اسناد این کتاب، این مطلب در عمدت طالب فی نسب آل ابی طالب، جل المعرفه، کشف الغمه و انصاب الطالبین، و که در کتابخانه مرعشی است، تهذیب الکمال، تهذیب و تهذیب از ابن حجر عسقلانی، الکاشف ذهبی و دیگر مراجعی که این مطلب رو، کشف الغمه مثلا اثر اربیلی که
در صفحه 347 چاپ دار الازوای بیروت لبنان این مطلب رو ذکر کرده. پس این نشون میده که اولا به اسم همدیگه نامگذاری میکردن فرزندانشون رو، در بینشون ازدواج ها بوده و با هم خیلی نزدیک بودن. و اینکه چرا امروز علمای شیعه این مطالب رو ذکر نمی کنن در منابر و در رسانه هاشون، من بارها گفتم تا حالا دیدید که توی یکی از شبکه های شیعه اومده باشن در مورد ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف و سران شرکی که در مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم و سیدنا علی و بقیه صحابه رضی الله عنهم اجمعین رو اذیت کردن، آزار دادن، شکنجه کردن، در مورد اونا صحبت بکنن، چسبیدن به ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه، به نزدیکترین انسان‌هایی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم خدمت کردند. چون دشمنی اینها با این اشخاص نیست، دشمنی اینا با اسلام هست، دشمنی اینا با رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نزدیکترین یاران رسول الله را هدف قرار دادن تا به شما چی بگن؟ که پیامبر صلی الله علیه و سلم موفق نشد 4 تا شاگرد خوب تربیه بکنه که حداقل بعد از پیامبر احترام اهل بیتش رو نگه دارن. هدف اصلی یعنی تن در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در مورد ابوبکر و عمر و عثمان، فرزندان علی و فرزندان حسن و حسین که به این اسم نامگذاری شده بودن، چرا در عزاداری ها صحبت نمی کنن؟ خب معلومه، اگر روزه علی اکبر و علی اصغر و نمیدونم عباس و ابوالفضل می خونن، دیدید گاهی روزه عثمان و عمر و ابوبکر و اینها رو بخونن که در کربلا به شهادت رسیدن؟ چون گفتم شما را همیشه سعی میکنن که شما از عقلتون استفاده نکنید، تفکر و تدبر نداشته باشید، چون به مجرد ذکر این مطالب در ذهن شما خطور میکنه که علی چطور فرزندانش رو به اسماء صحابه نامگذاری کرد. حسن، حسین، زین العابدین، باقر، چرا اسم کم بود در مدینه در بین اهل بیت؟ اسمای خوب کم بود که از این اسما استفاده کردن؟ و استفاده از این اسما دلیلی نداره غیر از اینکه محبت داشتن به صاحب این اسم. آه 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 آه